inside my own world of make-believe. جمهوری اسلامی این ویدیو رو ببینه منو میبره. من عینک بذارم شناسایی نشم. من یه دونه فوش درست کردم سجاد، نظرت رو به من بگو. سلام به برعکس یوتیوب، این اپیزود راجب کسافت کاری خسته دشمن عکس سپهر رو میزنم رو سینم به خاطر اینکه تنها کسیه که از من علف بیشتر میکشه و ریسپکت. بنگ بنگ کسننه کیر. آم این اپیزود آقا مادر جنده، این اپیزود ما مانتازش نکردیم، فکر میکنم از تصویر کاملا معلومه. خلاصه این اپیزود چیز نیست، مانتایز نیست، ما میخوایم هرچه دهنمون درمیاد بگیم، راحت باشیم، بکشیم، بخوریم، هر کاری که میخوایم بکنیم بکنیم. اگه کس خوب داریدم میارید میکنیم تو برنامه. چقدر خوبه، کاش یوتیوب اینطوری بهمون پول میداد واسه اینا، مثلا میگفتیم کست ننت بعد یوتیوب بهمون پول میداد. نه اپیزود راجبه اینه، اینو میخوام بذارم جی باشه تو تصویر. او منم دارم 50 20 شو من دارم اینجا. آقا من یه دونه فوش درست کردم سجاد، نظرتو به من بگو. اسم فوشم هست به منه، فوش به خودمه. نه ولی کلا میتونی تو استفادهش کنی. بکیر بکیر نه اجازه بده نپذیرم که تو اینو من درستن کردم. یکی دوستش صمیم درست کرد و نه اونم درست نکرده. من دقیقاً یک سال پیش این فوشو از زبون سمیلو برای اولین بار شنیدم. شاید تو سمیلو ما با یه سیبیلی به مشکل خورده بودیم، به من گفت بکیر بهش. من 15 سال پیش میگفتیم بکیر، اجازه بده. خب بس چرا میگی جدیده؟ با سن 50 چرا اومدی تو یوتیوب کوشر میگی که فوش درست کردم؟ خب من آقا کامنت بذارین چند نفر این فوش بکیر رو شنیده بودن. اگه بنویسی بکیر یعنی شنیده بودی، اگه ننویسی فقط بنویسی کیر یعنی نشنیده بودی. اگه نشنیدی که گو خوردی کامنت میذاری، برای چی دخالت میکنی؟ به قول معروف دیگه سجی بکیر. حالا خب معنی این بکیر چیه؟ معنی نداره، قشنگیش همینه. مثلا اینکه میگه مادر جنده چرا رانندگی درست نمیکنی و میگی بکیر، نمیدونه مزید که چیکار کنم. نه اصلا معنی نداره، مغزت ارور میده، برای همین من خیلی از این موضوع خوشم میاد. ولی معنی داره، یه معنیش اینه که بکیر بهش یعنی کیرش کن. میگم بکیر به یارو، مثلا سویل کوست زیاد میگه بکیر بهش سجاد کیرش کن. آها فهمیدم. ولی با من مؤدب باش چون من آدم خیلی خوش اخلاقی نیستم. انقدر دارم فاکین با طالبان برنامه رکورد میکنم. جمهوری اسلامی این ویدیو رو ببینه منو میبره، میگه سردسته تروریستای فاکین فقط لباس عربی نپوشیدی. لباست هم عربیه اتفاقا، زیر لباس این شعر عربی پوشیده ما نمیدونیم. من عینک بذارم شناسایی نشم. اصلاها چی میگه؟ من خواهی کردم اسباب بازیه. بابا اسباب بازیه چی فکر کردی؟ بهترین کلمه. آقا میدونی اگه فرهنگت چرا یه هوی یه دونه میاری بالا همینجه اینه ریتارده دا یه هوی میاری بالا کس کیر معنه لاپایی یوتیوب بیناموس هم کرده. داشتم مثلا حرفات میگفتم که قد نکنم. ببین میدونی دفنیشن خانوم چیه تو فرهنگ لغت؟ کس نه زائده ای دوره کس. نه شوخی میکنم 100%. زن ستیز زیاد. ببین امکان داره به خاطر این ویدیو گلخونه هم ببندن؟ اگه گلخونه رو میبندن ببین. من همینجا ببندم برم. چیز مامان بابات باید باشی، یعنی تو خیلی داری دیر فکر میکنی. آره اون گلخونه رو میبندن، دست و پامون رو میبندن، زندان میریم. صابون افتاد ورش داره بده من. تو مثلا باید به مامان اینا فکر کنی که مثلا دیگه کسی مامان اینا دستن تحویلمون میگیره. تو کجا؟ من بابا مامانم میخواد اولین چیزی که ببینه اینه که من با کاغذ با ادیتورم تماس گرفتم، گفتم لطفاً برای من بنویس اینو، بعد ادیتورم نوشته، بعد پرینترم تونرش تموم شده، رفتم تونر گذاشتم پرینت کردم که فقط فوش اول چیز فلان تو فلان ننم تموم شد. تو به چیز داری فکر میکنی؟ اونا رو بیخیال شو. امروز برنامه راجبه کاملا مشخصه، راجبه علفه.
راجب گله علف چیه کجا اومده چرا میزنیم چقدر بزنیم خوبه بده اونا که میزنن چیه این داستان شید. اگه حال میکنی بمون با ما، اگه حال نمیکنی ویدیو رو بذار پخش خود برو بیرون. دمت گرم آقا. این دستگاه اگه خیلی دارم میپرسین چیه، این اسمش والکینوه. کاری که میکنه گلو میریزی این تو به این درجه که میخوای میرسونه، این بادو یعنی هوا رو داغ میکنه توی این میده بیرون. این تو رو اگه نگاه کنی الان این تو گله بزنشون حتی باید داغ شه خورده. بعد تو این حرارت الان اینجا دست من حرارت داغ داره میخوره بهش، میاد بالا این کیسه رو میکنی توش پر میشه از THC یا اگر بالای 200 درجه بکنی CBD هم داشته باشه گلت، CBD این تو هم گله. این خواستم بدونیم این داستانش چیه. خیلی از من همیشه میپرسن این دستگاه چیه، این دستگاه چیه. حالا ما چه جوری گل میکشیم؟ شروین همیشه یه دونه پیپر در میاره تا ناموس میکنه تو دهنش. یعنی من گلا که همه میکشیم مزه توف شروین رو میده. همون همین یه جوینت درست میکنیم عقب 206 میشینیم گل میکشیم. کیرم تو جبر جغرافیه. من ندید شروین رو دوستم میدونم. بعد چرا خب به من نمیگی که من گل بیارم؟ الان باید بشینم اینجا کیرمو ببین. یعنی اگه یه دونه آدم داشتم تو ایران که گل بازو زنگ میزنم گفتم هر جور شده امروز برسون به سجی این گلو الان لازم داریم. ولی ببین انقدر خوشحالم که الان جای تو نیستم، همه جوره نمیتونی باور کنی. یعنی تو زندگیم انقدر دلم نمیخواد جای یه نفر نباشم. ببین رگام درد میکنه، یعنی رگ همه جا بدن داری دیگه، اینجوری همه جا درد میکنه. من دوربینه جو گوشتم که سجاد نبینه این چیزی که شما دارین میبینین. اگه این سجاد دارین میدید که الان میرفت میگفت من اصلا دیگه ادیت نمی، برای مثلا بقیه هم دیگه ادیت نمی کرد، میرفت مثلا فوش میداد، تو یک سال فوش میداد سوهل فلان سوهل فلان فلان. هم منظورم کسکش خاک کسته مادر جنده. علف فرقش با ایندیکا و ستیوار شنیدی دیگه نه؟ بله. فکر میکنی شما فرق اینا چیه؟ ایندیکا و ستیوا فرقشون چیه؟ با منی؟ بله. عدن یه لحظه صدای منو بذار من درست کنم. ببخش. ببین یکیش سرخوشت میکنه، اون یکی نمیدونم مثل این که حساتو چند برابر میکنه. من هیچ وقت نفهمیدم فرق این دوتا رو. میگن ستیوا تو رو چیز میکنه، ستیوا تو رو انرژی به تو بد میده که حال حول داشته باشی. ایندیکا باعث میشه که روی تخت بیفتی بخوابی. یعنی یکی شلکست میکنه یکی بلندت رو مبل بیفتی. آره ولی حالا واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که این کاملا مزخرفه. هیچ اصلا دروغه. مثل اینکه مثلا بگی این ویسکیه تو رو خوشحال میکنه، این ویسکیه تو رو میخوابونه. نه، تو بسیاری چقدر ویسکی بخوری، اگه یه خورده بخوری شنگول میشی، زیاد بخوری میافتی. خب دقیقا برای همین میگم دیگه، من هیچ وقت تو کشیدن هیچ فرقی تو خودم احساس نمیکردم. آره ببین همه آدم، یعنی برای همین دیدی همیشه ازت میپرسن ستیوا یا ایندیکا، من همیشه تو جواب این سوال میگم هیچ فرقی نداره برام. آفرین، نشون میده آدم باهوشی هستی. من همیشه خودم بچه بودم همیشه همینو میگفتم، هر کم از من میپرسه مثلا بهش میخوام گل بدم میگه که این چیه، میگم تو چی میزنی، میگه ستیوا، میگم آ این ستیواست. بعد اگه دو تا داشته باشم، اگه مثلا دو تا پن داشته باشم، مثلا اینجوری من دو تا میبرم که یکیش تموم شد یا یکی رو گم کردم باتریش تموم شد، دو تا داشته باشم. بعد اینا دارم میکشم، بعد یارو میاد میگم که میزنی، بعد میگه چیه، میگم ایندیکا، میگه نه من ایندیکا نمیزنم. اوکی اون یکی ایندیکا دارم میرم جیبم، میگم بیا این ستیواست، میزنه. بعد فرا بهم زنگ میزنه میگه اون چه ستیوه بود، خیلی خوب بود. بعد این اتفاق واقعا برام بارها افتاده که میفهمم کاملا معلوم است کنن باور نمی، ولی بهشون میگه باور نمی. این قضیه پنه چی بود؟ این روغن THC رو در واقع این گلا رو میگیرن خرد میکنن میزن توی ظرف، الکل میزن توش، THC تو الکل حل میشه میزه پایین، بلکه میزه پایین میشه به یه چیزی به اسم شتر. شتر چیه؟ شتر به این میگن شتر. ببین شتر یعنی که وقتی که الان THC علف خورد کنه بریزی توی چیز الکلی، از چیزی که در بیاد میشه چیزی به حالت این میبینی مثل شیشه میمونه. آره میبینی مثل شیشه کریستال توریه. آره بعد این THC پیوره. بعد اینو
میان با یه مایه روغنی قاطی میکنن که بتونه مایه بشه، که میشه این، که بعد میره تو این دستگاه. اینم مارک دولته که دولت کانادا اجازه میده اینو چکش میکنه و اپرووالش رو میده واسه ساخت از این حرفا، و دیگه راحت میزنی دیگه. عجب چیز کوسی. اینو اولین بار گفتم خونه مامو به النا میخوام تو دستشویی، اون چون اونو خیلی زد دلفم، بعد میزدم، بعد میفهم زیر فن وای میسادم آروم فوت میکردم، فنم میبرد و بعد میشستم دستشویی میکردم که مثلا یه دو دقیقه دیگه اونجا نشستم قشنگ تمیزه، و بعد دستام میشستم و دستام اینجوری میکردم که بوی صابون تو همون پخش رو میرفتم بیرون. بعد که اونجا رفتیم اینو به النا گفتم، گفت تو خیلی حمالی که انقدر پر روی رفت تو دستشویشون دفعه اول گل کشیدی. بذار توضیح بدم که فرق این ستیوا و ایندیکا چیه واقعا، چون جالبه. من انجام یه سری نوتا نوشتم که اگه وقت کم بیارم ازشون نگاه کنم. ببین ایندیکا علفی بوده که توی طرف های کوههای هندوستان بوده، ولی چون که هندوستان اونجا بار کوهستانی بوده و سرد بوده چیز نمی شدن، گل نمی دادن، فقط به عنوان همپ استفاده می شدن. بعد ستیوا علفای بوده که تو مکزیک جای گرم به دنیا می اومده، خب واسه همین کلن علفش بلنده و نازکه. ایندیکا کوتاه‌تره و برگای کلوفتر و کلوفتری داره. بعد آمریکا اینو میکشیدن، ستیوا رو میکشیدن، از مکزیک تولید میکردن که گرم بوده میبردن اونجا. بعد 1975 که جنگ رو میندازن با در واقع علف، دولت آمریکا به مکزیک پول میده که برو توی جنگلا سم برید علفا رو بکش. بعد علف کم میشه و سخت میشه اومدن به آمریکا، به خاطر همین علف موو میکنه توی آمریکا به وجود اومدن، ولی فقط تو کالیفرنیا در می اومده چون بعد جای گرم بوده، هیچ جای دیگه در نمی اومده به قصد کالیفرنیا. بعد یه یارو یه نفری کسی میاد میره اون علفی که توی هند بوده رو ایندیکا رو برمی داره میاره با یه علف ستیوا قاطی میکنه، بعد دیگه به جای این به جای کالیفرنیا تو تمام آمریکا میشه کاشت. بعد یه علف دیگه هم بوده به اسم رودرالز. رودرالز یه علفی بوده که سری گل میداده، به جای سه ماه یه ماه و نیمه گل میداده. اینم مال روسیه بوده، اینم میارن تو بازی. علفی که امروز وجود داره علفیه که یه میکسچری از این ستیوایی که طرفای مکزیک بوده و ایندیکایی که تو کوههای هندوستان بوده و رورالی که تو روسیه بوده شده یه علفی که امروز وجود داره. انقدر با هم قاطی شده که دیگه اگه یه علف الان بلند باشه و نازک باشه قیافش ستیوا هست، ولی کرکترش ستیوا نیست، کرکترش اون هایبریدی که الان وجود داره. همون داستان هم واسه ایندیکاست، اگه کوتاه باشه و توپل باشه معنیش نیست ایندیکاست. چجوری الان توی مغازه که میدید روش زده ایندیکا ستیوا، اون کسی که اینو تولید کرده میکشتش میگه به نظر من این ستیواست، به نظر من این ایندیکاست، همین هیچ نوع رو تخماش. یعنی اگه اون روز خوب خوابیده باشه، های انرژی داشته باشه، میگه ستیواست، میتونه اشتباه بگه، قیافش هم به تو چیزی نمیگه. واسه همین خیلی ها، من دوستا با این تو ویدیو هم گفتم، خیلی ها میام با من بحث میکنن، آقا بحث نکن، هی همین میگن نه اشتباه می، قیافش فرق داره، رنگش فرق داره، بوش فرق داره. خب بکیرم مثلا میگم مثلا میگی بطری مشروب با بطری مشروب فرق داره، یا مثلا بگی این ویسکی کم رنگ تره، خب آب بریز تو ویسکی میشه کم رنگ تره، یه قطره سیاه بنداز توش میشه سیاه، چه ویسکی تاریک، مثلا میگی کارای متفاوت میشه، ولی ویسکی ویسکیه، عوض نمیشه چقدر تو میخوری چیکار میکنه چقدر بش. حالا همین یه طرف، بعد چیز شخصی هست، تو چقدر میتونی هایشی، خودت نظر شخصی میتونی هایشی نمیتونی هایشی، ایناست که تأثیر داره، نه واقعا این نیکاز نستی باید. واسه همین این اصلا وجود واقعی نداره، هیچ جوری نمیشه نظر منطقی و علم ثابت کرد که ستی با ایندیکا وجود داره.
دی ان ایشون یکیه، تو لب یکیه، یعنی اصلا آدم فضایی الان بیاد تست کنه نمیتونه بفهمه فرق الف و الف چیه، همه رو میگه یه اسمی واسه که واسش میذاره همه رو اون میگه. این داستان ایندیکاسیتیواست، خیلی همه میخوان بدونن، همه اینترستدن، گفتم اینو بگم یاد بگیرین، خواستین بدونین خواستین ندونین. ولی خدا شاهده اینکه خدا رو تو علف کشیدن دارم شاهد میکنم دیگه کشتیم کامل. آره کریستین نارو همه رو چیز میکنه. من هیچ وقت هیچ فرقی بین این دوتا برام وجود نداشت تو کشیدن و همیشه فکر میکردم باگ منه، میگفتم شاید مثلا من نوب داستانم که میگم برای من این دوتا هیچ فرقی نداشت، چون واقعا هیچ فرقی نداشت هیچ وقت برام، جفتشون کشیدم جفتشون هایی میشن. من یه رفیق داشتم، خب ما با هم علف میکشیدیم دیگه، کلی سال سال علف میکشیدیم. بعد خب قبلا که ما علف میکشیدیم قانونی که نبود چجوری علف میکشیدیم؟ زنگ میزنیم به یه مواد فروش میگفتیم آقا گل داری؟ اونم دیلر دیلر، اونم میگفت آره گل دارم. میگفتیم چیه؟ میگفت بهترین گلیه که تو دنیاست، بست شت بست شت، همیشه بست شت. ما میومد میکشیدیم میگفتیم، هیچ وقت نشد یه هفته بکشیم میگیم اه این هفته بد بود، اه اون هفته بد خوب بود. بعضی موقعا بود یه چیزی خیلی ضعیف بود میگفتیم خیلی ضعیف بود، ولی همین به غیر از اون اتفاق خاصی نمیفته که اوه من این علفه به من سردرد میده پس من نمیتونم تو هفته دیگه که بچه بعدیو میخریم بکشم. همه هم میکشیدن، تعداد زیاد، مثلا 20 نفر آدم. خب بگو الان مثلا اینکه تو موزیکای هیپ هاپی میگن علف گل هلند خیلی نابه، اون چیه دروغه. فرقش اونم یکیه، یکی که هست بهش هم دروغه، بهترین علف الان مال آمریکا و کانادا است. اوه من که آمریکا و کانادا دارن مثل سگ خرج میکنن که به علف قوی برسن. چرا؟ چون 67% حالا بگو 70 درصد مشتریای علف آدمایی هستن که زیاد میکشن، آدمایی که زیاد میکشن علف قوی میخوان، به خاطر همین کمپانیا دارن همه ریسرچ میکنن که فقط علف قوی تر بشه. برای همین هم هست که علف ضعیف تر از بین میره. علف از 1995 تا الان 300% قوی تر شده. خیلیه ها، فکر کنم مثلا ویسکی که الان مثلا 40% یعنی مثلا 1995 40% بود الان 120% باشه. اصلا نمیتونی تصویر میفهمی یعنی الکل خالص باید بخوری به علاوه یه چیزی، مثلا باید بنزین بریزی با الکل که بشه مثلا الکل 120%. مثلا دیگه اصلا این ویت یه چیز خیلی قوی شده. حالا سوال این که اصلا آقا علفو بکشیم یا نکشیم؟ من اینو خیلی ازم میپرسن آقا علف خوبه بده؟ مخصوصا از چه سنی شروع کنیم اگه میخوایم بکشیم؟ آره ببین خیلی خوب چیزی گفتی، سنی که شروع بکنین خدا وکیلی. ببین اول اگه میتونی هیچی نکشی یا هیچی نخوری بهترین حالته، یعنی تمام زندگیت برو هیچ کاری نکن، ولی آدم عنی هم نباشی همه جا بشین توی پارتی کن، پارتی کن بگو بخن، مودت خوب باشه، خودتو بساز، سرسو بلند شو خوشا. چرا؟ چون که اگه هیچی نکشی بهترینه، چون ضررایی برات داره. مثلا همین که مثلا گل که میکشی خب دود داره، توفش شروین توشه، این چیزایی که توش هست خب بهتره نداشته باشی. کسی که توف شروین رو نمیخوره دود نمیکشه شانس این که مرضی داشته باشه زندگی بهتری داره نسبت به کسی که توف شروین رو میکشه. نه زندگی بهتری نداره، اتفاقا شاید زندگیش کیفیتش پایینتر باشه، چون وقتی گل میزنی بیشتر حال میکنی، ولی احتمالی که مریض بشی کمتره. خب تو واسه همین تو اگه سلامتی که مهمترین چیز تو دنیا سو در نظر بگیری به اون حساب بهتر هیچ کاری نکنی. ولی خب اکثر انسان ها دوست دارن یه هیجانی یه شادی داشته باشن. الان بهترین شادی که تو دنیا به نظر من وجود داره گله، چون که ضرراش فوق العاده کمتر از مشروبه، سودای دارویی داره، تو رو عصبی نمی کنه، وحشید نمی کنه، آرومت می کنه، آدم مهربون تری میشی در کل، خلاف بهتری از مشروبه. ولی مشروب علف پارتی کنیه، مشروب میزنی میری وسط کلاب میرقصی بالا پایین میپری، گل این کارو وسط نمیکنه. واسه همین به نظر من بهترین حالت اینه که آدما تو سن مثلا بین 19 20 21 شروع کنن مشروب خوردن تا مثلا 25 26 27 27 سویچ کنن رو علف تفننی فقط با دوست. فقط وقتی جمع شدیم دور هم ما هم یه علف بزنیم بگیم بخندیم عشق کنیم دور هم دور همی باشیم، غذا بخوریم، غذا درست کنیم، حال کنیم، بازی کوچیک بکنیم، پلی استیشن با هم بزنیم،
این به نظر من بهترین حالتی که واسه انسان میتونه انجام بده. من خودم شخصا از دلیلت چیه؟ ببین مشروب اون دوران پارتی کنی خیلی حال میده و چون جوانی رو خیلی بهتر و راحت‌تر بدن داره کار میکنه، بهتر تصفیهش میکنی، ضررش وسط کمتره. یه چیزی هم که بدونی اگه بخوای سردرد نگیری، هر یه لیوان مشروبی که میخوری باید یه لیوان آبم باش بخوری، یعنی یه لیوان آبجو، یه لیوان آب، یا یه شات ودکای سنگین، حالا ودکا ویسکی، یه لیوان آب. هیچ سردردی نمیگیری، برای کلیه و کبدت مشکل پیش نمیاد، یا احتمالش خیلی کمتر میکنه، خیلی کمک میکنه. اینو انجام بدین کسی که میخواد حال کنه و خودش رو نگاه انجام بده. میخواد خود بدنتو میخوای بگایی نکن، فقط مشروب بزن، حتما بدنت بگاه بره. بعد به خاطر همین، چون اون موقع موقع پارتی کردن، بری کسافت کاری کنی، دیوانه بازیاتو در بیاری، اون موقع اون تایمه. ولی اگه بعدش دیگه 25 26 دیگه میخوای یواش یواش با دوستات بشینی، دوستات ثابتن، سر کار داری میری، دیگه نمیخوای شب صبح بلشی داغون باشی، شب بری بتری کنی، میخوای یه گل بزنی، بگی بخندی، بری یه سینما فیلم ببینی، بری بولینگ بازی کنی، بری بیلیارد بازی کنی، این داستانا همه علف همه جوره قویشون میکنه، موزیکو بهتر میکنه، خنده رو بهتر میکنه، مومنتو بهتر میکنه. واسه این به نظر من بهترین حالت اینه که هم مشروب امتحان کرده باشی، همون همین که به قول معروف خودتو بیداموس نکرده باشی. خب برعکس آقا، یه چیزی که میخوام توجه کنین توی این ویدیو، من اول ویدیو هایی نبودم، چون داشتم تقریبا 2 ساعت قبل از ویدیو داشتم با سجاد حرف میزدم، میدویدم میبرم و وسایلو جمع میکردم، واسه همین اصلا کاملا سوبر سوبر بودم. ولی الان توی ویدیو خب دارین میبینین ایمیل های طالبانو جواب میدادم کوسکش. الان میبینین مثلا یه سری میشن توی ونکوور داره برای خود سرمر ببره بعد از این ویدیو. الان دیدین نوستاگرام دارین میریم، گل زدم، روغنشو زدم. بعد خب این خیلی قوی تر از گل ترجمه شوش که مثلا گل بازم وقتی اینو میذارم میچسم به زمین، چون در واقع داری فقط اصولشو میکشی، آشغالشو دیگه هیچ کدوم همشو میریزید. این چیزی که در واقع توش میمونه بعد با خاکستر مقایسه کنی، چون ناکو الان میبینید میشه ببینم اون چیزی که میمونه رو میبینی یا مثل تنباکو شده الان، این چیزی که همه این میره تو شوش تو در واقع وقتی که میکشی، به علاوه تو فشروین، به علاوه یه کاغذ دورش، به علاوه چسبی که تو اون کاغذه. I think that's beautiful. نه میدونم، دارم میگم فقط این همه اونا رو میکشه بیرون، فقط THC شو واسه تو میذاره که اگه تو اینا رو جمع کنی یه تیکش چسبیده سنا کنی، روغن میشه خودش، اگه ولش کنی همون روغنه میشه که در واقع نشون دادم شته. و ببینم نمیدونم، من فکر نمیکنم به نظر تو الان من اخلاقم داره عوض میشه، من گل دارم میزنم؟ نه، من اینکه خود بیشتر بگذره حالا الان که نه الان هیچ. خیلی عالی شد، چون من الان چیزی که میخوام بگم، دو نوع آدم گلباز هست. خب یکی این که ورزشکاری، یه آدمی که یواش یواش میکشن مثل سجی، آخر هفته بشه با دوستاش بره بیرون یه گل بگیرن، همه رول کنن و همه با هم بزنن و بخندن و اشغال کنن تموم شه. و به نظر من این قشنگترین نوع گل زدنه. خب اگه من نوعی میتونستم انتخاب کنم، اون انتخاب میکردم. حالا به دلایل اتفاقاتی که پشت سرم افتاده، من سموکر هر روز شدم. اونا که هر روز میکشن دیگه تکنیکلی اخلاقشون اونقدر عوض نمیشه، همون لحظه که میزنی، شاید برای مثلا شاید واقعا میگم 5 دقیقه حواست نسبت به موقعیت پرت بشه، نه که تو داستان نیستی، داری به یه چیز دیگه فکر میکنی، یه چیزی اومد تو مغزت، داری مثلا به اون فکر میکنی، بعد یه میای اینجا به خودت میبینی او حواسم به سجاد نبود. همین تنها چیزی که میتونه اتفاق بیفته، وگرنه هیچ. واسه همین خیلی موقعا میشه مثلا مردم جوک میکنه، یا مثلا میگه مثلا میگم یکی دوستام هم دیروز داشتم تعریف میکردم، میگم من میرم هفته 3 بار میره فوتبال بازی میکنه، از من 4-5 سال کوچیکتره، یعنی مثلا 35 سالشه، 34 سالشه، بعد چیزه، یعنی ورزشکاره بیچاره، از 20 ساله داره فوتبال بازی میکنه، بعد یه شوت زده، شوتو کج میزنه، بعد مسخرهش میکنن سریع، میگن بابا فکر کنم های امروز، بعد بهش مثلا برخورده بود، حقم داره. چرا؟ چون میگم آقا مثلا من اگر از اول زندگیم هیچ موادی استفاده نکرده بودم، فقط سالم بودم، اون شوت و اون روز کج میزدم، ولی الان چون کج زدم سریع میگن او چتی. بعد این خیلی رو اعصابه. چرا؟ چون یعنی تو نگاه اجتماع تو یادم چتمخ شناخته میشی.
نه فقط وقتی که گم میزنی، اگه یه کار باحال بکنی نمیگن چون هایی کار خوب کردی، فقط منفیشو میگیرن، بعد منفیشم اشتباه میگیرن چون اتفاقا ربط در نداره. یعنی اینکه تو یه آدم چت موخی، این یه باگ اولا که بهشون اجازه میدی گنگکاری تو همشون بیاد رو این سوار شه. این اینو مثلا به سپر هم خیلی میگن. آره کاملا ربطی نداره. مثلا سپر اگه تمام زندگیش یک دونه دود نگرفته بود و فقط شنا رفته بود روزی 15 تا، اون روز اون اشتباه رو میکرد، فراموشیشو میکرد، یادشو میرفت، ربطی نداره. این عکسی که هنوز چیز گذاشتم، این علفی که دست سپره روز 420 بود، 420 میشه 20 اپریل، همه میرن بیرون علف میزنن و ساعت 4:20 بعد این 4:20 است، من و سپر رو چند تا بچه ها داریم ول میزنیم، بعد این علفه رو من رول کرده بودم، الان میگم عکسشو بذارن اینجا که ببینین چه علف بزرگی بود. نه این عکس نه، اون یکی عکس رو هم بذاره. آها من یه دونه از رندوم اینو میدم به عشق بارشتایی که پشتمه. یه بکیرم بده، یه بکیرم بده، دوباره اون بودم اتفاقا. اینو بذارم طرف قلبم، الان چیز ناراحت میشه. نیلو النا. نه نیلو بکیر بکیر. آخه ببین رو سینم عکس سپره دیگه، ببین چی گذاشتم روش عکس سپر. او رو سپر کست نزار آقا، رو سپر کست نزار، منم ناراحت میشم. رو سپر گذاشته بودم روی علف بیشتر، ولی حالا کست یا علف؟ پیکمان علف 100%. من ولی کست. نه من حالا دوتا کست پروندم سر. من یه دوست دخترم اومد خیلی جدی همینجوری روز آخر که با هم صحبت کردیم گفت یا من یا علف. تو چشش نگاهش کردم گفتم علف و رفت. ولی نه من سناریو مشابه نداشتم، اما من مثلا اینجوری بود که بچه‌ها گفتم بیا گل بکشیم، ولی من رفتم خونه دوست دخترم. خب اونجوری 100% کس، ولی اگه من تا آخر زندگی کس یا علف، علف. آه نه الان یه سناریو داری که بری با یکی چیل کنی علف بکشی یا بری گوس بکنی گلم. اصلا من النا هم نیست کس. من بعد از اینکه بری آپشن داری کس بکنی دیگه چیزی نشنیدم. آه اوکی تمام. درسته چه میده؟ النا میگه سویل اگه رفتی کاری کردی فقط به من نگو. گفتم خیلی دیل خوبیه. گفتم ولی تو این آپشن رو نداری. ولی منطقی تره واقعا، خیلی علمی تره که بهش نگی. چرا بهش بگی؟ آره گفت گفت برای چی بیای چرا من دارم این صحبت رو میکنم؟ چرا من وقتی زن دارم این صحبت رو میکنم؟ به من چی هستم؟ برو تو زن داری؟ زنم نگو. دوست دخترم رو میگم زن من جواب نده بابا، تا سی به زن فکر نکنی. چقدر بهت بگم چون نمیفهمی واقعا. ببین آقا نفهمی انسان برای چی رو مثلا توضیح بده. یا تو به ثابت کردم مغز بیشوره؟ آره رفته بودم استدیو تی جی اینا، بعد همهشون اینجوری کردن گفتن سویل کیرت کرد تو برنامه. گفتم مگه دیدید؟ میگفت آره بابا اون برنامه خیلی باحال بودی. بعد یکیشون نیده بود، بچه‌ای که تو استدیو بودن، گفت چی شده؟ گفت چی سویل بس برگشت به سجاد گفت میخوام ثابت کنم احمقی. دو دقیقه بعد سجاد گفت من احمقم. خیلی اگه نایدین اپیزود الان لینکشو میذارم اینجا، خیلی قوی بود اون این بالا همینجا که سجادش داد. خیلی چون خدایی خیلی اون برنامه ترند شد و خیلی ها دیدنش. آخه خب چیز میخواد به یه بگی، میخوام بهت بگم خنگی و یه سوال به این آسونی بگی و اینجوری اشتباه جواب بدی. چون واقعا من وقتی شنیدم گفتم آره دیگه این سوال میکنه مغز احمقه. کسی از تو پرسیده بود اینو اولین بار؟ توی برنامه که ثابت میکنه مغز احمقه دیده بودم. آه یعنی کسی از تو نپرسید که تو هم اون کلیکی تو کونه من رفتی کونه تو؟ چرا دیگه چون تو برنامه اول میپرسه، بعد من پاس کردم، حد فکر کردم حتما من مثلا گفتم آه، من گفتم مثلا 50 تا، بعد گفت پس تو کونه تو هم رفته. نه اصلا قشنگیش به اون کونه رفتنه، چون اگه که مثلا تعریف کنه اونقدر جالب نیست تا بره توی کونت. آره تو اینکه یه هایی میگی واه خیلی خوب بود. من دیروز یکی از دوستان بعضی یه سانی میم زنگ زد گفت یه هایی یوتیوب ساجستت کرد. اون
اون پسره که کونش گذاشته بودی تو دبیرستان اومد زنگ زد. آخ با چه دل راحتی گفتی. نه ولی اون زنگ بزنی بهش. وسط برنامه ای که اسلحه پشتته علف گذاشتی جلو زنگ بزنی به یارو مادر جنده یاد دبیرستان گذاشتن. نه میگم اوکیه اینو به دنیا بگم، میخوای اوکی اسم تو به دنیا بگم مثلا میخوای این شهرت رو داشته باشی یا نه نمیخوای کسی بدونه؟ نه چرا من میخوام این شهرت رو داشته باشم؟ نه مثلا میگم سوال احمقانه ازش بپرسم دیگه. میخوای اینو آقا خداوکیلی این ویدیو رو کسی که میبینن به عنوان بدآموزی نگاه نکنین، میدونم بدآموزی توش داره ولی خب خوش خودآموزی هم خوش آموزی هم داره دیگه. شما آموزش بعدش نه دیگه، میگه ادب از کلام وقتی از بی ادبان دیگه. میگم دیگه، میگم اگه میتونی کنترلش کنی کنترلش کن، اگه هم بی کنترلی بی کنترل باش دیگه. ولی ببین اصلا اینجا رو لطفاً ادیتور سوهیل کات نکن از تو برنامه، من یه لحظه برم جدی ببینم کسی گوشه داره. برو ببینم چیز میکنم. من آماده هم. من باید الان از اونا داشتم. این واسه وقتی که میخوای بری حال هول کنی، موضوع خراب شد پشت وا میکنی، برو بریم. قفلم داره میذاری روش همیشه که یه وقت کسی دستش افتاد باز ننکته بکنه. کسی نبود؟ واو خیلی خوش کرد دود. یه روز کادو تولد بیان بلاک بده. چیو میخوای؟ گلاک میخوام. بیار ببینیم، بیار یه دونه ببینیم. اینو ببینیم. don't do that shit. Is it full? آره. من دارم باز انگلیسی صحبت میکنم. تو اپیزود قبلی دیدی کامنت کردن. آره آقا ولی به نظر من این اشتباه بود. خیلی گفته بودن که مثلا نکن و فلان. مثلا ببین یه دکتری هستش به اسم میچو کاکو، خب یه دکتر یعنی آمریکاییه، پشتش به ژاپن. نویسنده کتاب جهان موازی، خوندم اون کتابش. خیلی آدم خفنیه. اون میگه که رو همه کتاباشم عکس خوشو میزنه. خیلی فریکه اینو داره که کتابایی که چاپ میکنه عکس خوش باز میشه. خب آخه دوستم کسی که اینجوری عشق معروفی ان. خب یعنی مثلا من اگه کتاب بزنم حتما عکسمو سه بار میزنم روش، بعد صفحه اول دوباره عکس خودم میگم دیدی، صفحه دوم میگم صفحه یک و دو رو دیدی. پشمام چیز آدمای عقده ایه. من نمیزدم، من آرت ورک میزدم. خب تو باشوری ما عقده ای، من جزو میچوکاکو بعد میچه کاکو میگه که آقا برای اینکه در واقع موجودی که ما هستیم بریم یه لول بالاتر، باید همه یه زبون بشیم. وقتی همه یه زبون بشیم ریسیستی و اینا هم از بین میره، اینی که همدیگر رو مسخره میکنیم و لهجه و اینا هم همه اینا از بین میره، چون اینکه همه یه زبون حرف میزنیم. واسه همین دنیا داره به این سمت میره. آلدری هم تصمیم گیری شده این و این انتخاب زبون انگلیسیه. مثل اینکه مثلا 30-40-50 سال پیش زبون فرانسه قرار بود زبون اول دنیا بشه، بعد که جنگ منگ میشه و اینا آمریکا تیک اوور میکنه در واقع و زبون اول دنیا شده انگلیسی دیگه. اینو همه الان قبول دارن، خب کسی بحث نمیکنه. پس بهتره وقتی سجاد داره این کارو میکنه، هم داره واسه خودش در واقع تمرین میکنه که به اون انسان برتره بره لول بعدی، هم داره به آدینسی که یعنی به بیننده‌ای که نگاه میکنه میکنه. منم که سعی میکنم فارسی حرف بزنم، من چون انگلیسی زبونم، خانواده‌ام هم انگلیسین، توی کشور انگلیسی زبون صحبت هم میکنم، زندگی میکنم، برای که در واقع مغزمو تمرین بدم و خودمو قوی تر بکنم از نظر مغزی و زبون فارسیمو نگهدارم، خیلی فارسی حرف میزنم. وگرنه من با دوستای اینجا که حرف میزنم بعضی موقع اصلا یهو میذارم کانادا میرم تو انگلیسی. و این آخر بحث چوسی اومدن و اوبی بودن و این داستانا نیست. اون لحظه اون لفظی که میاد و استفاده میکنم دیگه. من تصمیم نمیگیرم که الان اینجا انگلیسی صحبت کنم اینجا فارسی صحبت کنم. میدونم یه اوبر ریزی داره واقعا، یارو میره تو مخش میگه مادر جنده رو نها کن بابا، نشسته سوهل کانادا، این داره کف پیروزی انگلیسی صحبت میکنه. ولی خب
اینجوری نیستش که خودم آگاهانه انجامش بدم. نه اصلا به نظر من که دوست داشتم میگم منطقش اینه که تو این کار انجام بدی به خاطر اینکه تو داری انگلیسی رو تمرین میکنی، من دارم فارسی رو تمرین میکنم، تو هر چقدر بتونی انگلیسی بیشتر بزنی به نفته. و بعد کسایی که تو ایرانن وقتی تو رو میبینن میگه خب دقیقا همین حرفی که تو میزنی، میگه اون سگ زده که کاناداست، خب اون که باید انگلیسی بفهمه، خب به جهنم، این که داره تو ایران انگلیسی حرف میزنه چرا من نمیتونم؟ پس بذار من یاد بگیرم. بعد تو که یوک سویش نمیکنی بگی هلو هاو آر یو، دایز میگی ایو واتس اپ برو، خب اون میفهمه که واتس اپ برو یه چیز شروع کردن صحبته. اگه یه روز بره خارج یکی بشه که واتس اپ برو نمیگه وات دو فاک، یه اینجوری میکنه میگه اوه پس داشت به من واتس اپ برو رو میکرد مثلا. ببین یکی از چیزایی که من همیشه از سپر یاد گرفتم، سپر که یعنی یه چال سپر خلصه سپر خودمون فاکی نه سورا سپری این سپر نه این سپری که اینجا داره این زیر کیه منو میخوره سورا سپری رو میگم سر قلب منه رو میگی. اصلا مگه میشه بین من و تو دو تا زل از تریپل اس سی ویل وار رفرنس تو یه شخصی که اسمش سپره داده بشه و سپر خلصه نباشه؟ سوالایی میپرسی یه دونه کیرت کوست ننم نشون بده، یه دونه نشون بده لطفا. میفهمم کاملا لازمه اینجا. ممنونم، من ازت ممنونم. آقا اینو بگم بخندین، مامان بابای النا تا یه ساعت و نیم دیگه میان اینجا واسه من، با بلند شم درها رو باز کنم این بوه بره بیرون اینا رو جمع کنم، چون بیاد اینو ببینن بچه‌ها و النا رو میزنن تو ماشین، شیشه‌های منو میشکنن میرن. مهمترین چیزی که من از سپر یاد گرفتم این بود که اگه یکی یه ابیلیتی داره که من ندارم هیچ وقت بهش اصلا بحث خودم نیستا، کیرتون تو من اصلا انگلیسی بلد نیستم صحبت کنم، اصلا کاری ندارم، صرف این که تو گفتی خودتون رو پوشاپ کنید به اون داستان برسید، من اینو میخوام بگم. وگرنه من که با همه کسایی که چنل منو دنبال میکنن میدونن که من چونه حرفا نمیذارم، پیر رحمتتون تو من میخوام بگم این فقط ریمایندر شد صحبت تو. یاد من انداخت این حرف سپر که همیشه میگه تمرین کنم حسودی نکنم، ببینم اون چجوری اون کار رو کرده منم برسم. اینو من خیلی از سپر یاد گرفتم، خیلی کمک کرد. ولی احساس میکنم اوبی شدم با این حرف، الان همه فکر میکنن دارم میگم من خیلی خفنم. نه چرا داری راستشو میگی، نه راستشو داری میگی، چون داری توضیح میدی که چرا این کار کردی. چون من اصلا هیچ وقت فاز اوبی بودن و این داستانو ندارم، یاد شاید کم بدم اوبی باشم در خفن. خب نه من اینو قبول ندارم، من یه جور دیگه میگم، من میگم همه فاز اوبی دارن، چرا نداشته باشی؟ یعنی همه دوست دارن نشون بدن یه چیزی که دارن. اون خاکستری که میاد میاد تو سیک ملق میزنه، واسه چی میره ملق میزنه؟ یا تو مهمونی بگم بهتره، ملق نزن که تو راضی کنه، ملق نزن که نشون میده که خاکستری من میتونم ملق بزنم تو نمیتونی. ولی خب نه من اینو قبول ندارم، چون من مثلا خیلی قابلیت شخصی دارم که جایی نشون ندادم، واسه خودم دارمشون. الان میتونی یکیشو با ما در میون بذاری؟ آره حالا شاید دوستان بدونن ولی عامه مردم نمیدونن که من شعر می نویسم. خب نه هر یه نفرم بدونه قبوله. تو مثلا من خوب تلمبه خب میزنم، اینو به مادرت نشون نمیدم ولی به خانم خودم نشون میدم. کیرم تو سیفون، کیرم تو چوپانه راستگو، کیرم تو چوپانه دروغگو، من اصلا دیگه یوتیوب نمیام. حسین مارک زاکربرگ خدا حافظ. آره بتونم بچه ها تا رو خدا سابسکرایب کنید اگه خوشتون اومده، اگه هم خوشتون نیومده گفتم سابسکرایب کنید، فوش بدین، کامنت بد بذارین، بیاموزم کنین دیگه، یاد بدین بهم که چرا بدم خوب بشم. آره به منم فوش بدین، من احساس میکنم خیلی تو این اپیزود اوبی شدم، اون جلوه خاکی بودنم افتاد. کامنت انگلیسی بذارین که سجاد بفهمه. تقصیر تو چنل گلخونه، چنل باغبون بیان، همه میبینن که من چه کسگلیم، خودم رو آرایش میکنم، لباس زنانه فاکی سودیان میپوشم، معمه میکارم، ما رو آوردی اینجا آبیمون کردی از کف پیروزی. به قول دوست عزیزمو شبتون بخیر.